درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. امروز دو مسئله رو میخوام خدمتتون بگم. یکی این که درباره خانواده رفسنجانی و فائزه هاشمی رفسنجانی که تازگی ها خودش رو مخالف سرسخت جمهوری اسلامی نشون میده و در یک صحبتی هم گفته که اگر سال 57 برگرده من رأی به جمهوری اسلامی نمیدم. حقبازی این خانواده که در اصل یکی از مهرهای اصلی آوردن جمهوری اسلامی بودند، که پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین عاملی بود که جمهوری اسلامی رو اینها برپا کردند و به زندگی ایران و مردم ایران رو به این روز انداختند. خود رفسنجانی موقعی که زنده بود، تا موقعی خمینی هنوز نمرده بود، همه کارو بود. حتی تناب گردن خمینی هم دست این بود، یعنی خمینی با این مشورت میکرد، با این صحبت میکرد چگونه باشیم، چگونه مردم رو بکشیم، مردم رو چجوری آروم کنیم. همه سیاست های خمینی رو این کوسه رفسنجانی بهش خط میداد، البته در خفا. در مراسمی که نشون میداد مینشستن روی زمین کنارش، اینها حقبازی بود که میخواستن اون رو گنده کنن، ولی خودشون خط میدادن که چگونه مردم رو سرکوب کنن، چگونه مال مردم رو بالا بکشن و هزار جنایتی که تا کنون انجام دادند. در یک عکسی که الان دارید میبینید، ببینید هاشمی رفسنجانی نشسته به سر خمینی یا جهمد خمینی که کشتنش، اون چگونه داره صلاح و مشورت میگیره از رفسنجانی جانی که خامنه ای مثل موش اون گوشه نشسته. در از شما تو این عکس داره خودش حرف میزنه و میگه که پدرخوانده اصلی رژیم جمهوری اسلامی رفسنجانیه. و زمانی هم که برادرش در تلویزیون بود، که تلویزیون زیر نظر رهبری برادر خودش رو گذاشت و به خمینی گفت برادر رو بذار، که اون هم گوش به حرفش میکرد، تلویزیون رو گرفته بودند، جاهای دیگر هم عوامل رفسنجانی بودند. این جرثومه فساد رفسنجانی که آخرش هم با اختلافاتی که با هم داشتند کشته شد، خامنه ای کشتتش که خودش زنده باشه، چون نزدیک بود که خامنه ای رو پنبهشو بزنه و خودش رسما بشه همه کاره. تا اون روزم که فوت نکرده بود همه کاره بود، اما در خفا. همه سیاست هاشمی رفسنجانی در خفا و در کنار و گود بود، خط و خطوط همه مسائل رو اون میداد. حالا اون که الان رفته، دخترش، پسرش، اون پسرش، همشون دارن ملت رو میچاپن و با سیابازی نزدیک انتخابات شروع شده، فائزه اومده داره نطق میکنه، خودشو جز مخالفین رژیم نشون میده و گفته به جمهوری اسلامی هم رأی نمیدم، اگر برگردم سال 57 به جمهوری اسلامی هم رأی نمیدم. اینا همه سیاستایی هستش که رژیم جمهوری اسلامی از اولش داشته و هدف ما فقط براندازی جمهوری اسلامی، رفتن جمهوری اسلامی و آمدن یک حکومت مردمی به انتخاب مردم. از این جهت این صحبت ها رو گول نخورید، اینها همه سیابازیه و اینا همه میخوان خودشون رو نشون بدن ما مخالفیم، ولی در از حکومت جمهوری اسلامی رو نگه دارند. همه اصلاح طلبا، همه کسانی که اندیشه اسلامی دارن، اندیشه حکومت اسلامی دارن، اینها همه باید بساطشون رو جمع کنن و برن دنبال کارشون. این مسئله رو فراموش نکنید که اینها همه حقبازی است و خوشبختانه مردم ایران هم فهمیدن. در جاهای مختلف میبینم حسابی از خجالت این دختر رفسنجانی در اومدن، ولی بعضی هم هستن که متاسفانه سوادان چنانی ندارن و خیلی ها هم امکانات ندارن. کسانی که میرن رأی میدن باید اونها رو روشن کنید، ویدیوها رو، فیلمها رو که پخش میشه، گذاشته میشه، اونها رو بیارید ببینند و نشون بدید که اینا همه درست نیست، اینا همه حقیقی نیست، همش حقبازی. آخوند یعنی کلک، آخوند یعنی حقباز. الان اینجا من یک ویدیویی رو نشون تو میدم که ببینید آخونده رفته با یک لاتی، با یه آدمی زد و بند کرده، برای نزدیک انتخابات هست، میخواد چیکار کنه؟ خودشون رو جزو مثلا آخوندهای مظلوم نشون بدن که بگن ما ببینید چقدر اذیت میشیم، چقدر مردم ما رو ناراحت میکنه. یعنی اینکه حق بازیه. این فیلمو گرفتن، این فکرها چون یواش صحبت میکنه کسی نمیفهمه، ولی میکروفون گرفته صداشو، با این ترفندا یه نمونشه. اینو نشون بدید به مردم که بدونند آخوند یعنی حقه، یعنی کلک، یعنی تصویر. و این حکومت اسلامی مبناش بر آخوندها و مسائلی که داشتن و حقه هایی که زدن
همه حقایقی که خمینی زد، همه دروغایی که گفت که همه دیگه میدونید اینا چیزی نیست که من بخوام دوباره توضیح بدم. از این جهت لطفاً این ویدیو رو پخش کنید که ببینن چگونه داره میگه. بزن تو گوشم، منم صداشو درست کردم که مشخص بشه. اینها نمونه هایی هستش که میتونه نشون بده که برای کسانی که هنوز اینا رو نشناختن، ادهی که ناآگاه هستند، در روستاها هستند، اخشار ملت تو ایران خیلی ها هستند، ظاهر بینند، با چشمشون هر چیزی که ببینن فکر میکنن درسته، یا هر کی اگه بهشون گفت این مثلا فلانی آدم خوبیه فکر میکنن حرفاش درسته. فائزه هاشمی رفسنجانی و خانواده رفسنجانی حواستون باشه، اینا همه حق بازیه. و از طرف دیگه مسئله‌ای که میخوام بگم مسئله حسن خمینیه. حسن خمینی اخیراً صحبت کرده، نوه خمینی که میشه پسر حاج احمد خمینی، پسر خمینی، گفته که ما اگر پوست و خون و گوشت همدیگرم بخوریم جمهوری اسلامی باید باشه. خب معلومه اینا اگه جمهوری اسلامی نبود که این معلوم نیست که الان کجا داشت فلان کار میکرد، چی کار میکرد. اینا عددی نبودن. اومده قبر باباشو ببینید چجوری، یه قبر یه آدم ظالم، یه آدم آدمکش رو ببینید چجوری داره ازش نون میخورن، در میارن میلیاردها میلیارد دلار و سرمایه کشور و مردم رو چگونه حیف و میل میکنه. خب معلومه شما میگید ما این حکومت رو نمیذاریم ساقط بشه، به خاطر اینکه شما به همه چی رسیدید، شما صد پشتتونم بارش بسته. اینها دم انتخابات که میشه و فهمیدن که مردم اینها رو دیگه نمیخوان و این رژیم رفتنیست، به دست و پا افتادن. گول نخورید، همه اینها گول زدن مردم هست. هدف کانال تصویر پارسه نه به جمهوری اسلامی است و تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. و غیر از این دیگر هیچ هدفی نباید در مد نظر کسانی باشه که دوست دارند ایران آزاد باشه، وطن آزاد باشه، مردم ایران سرنوشتشون رو خودشون به دست بگیرن و خودشون تعیین کنند. لطفاً اگر دوست داشتید شیر کنید، کامنت بذارید، لایک کنید که ویدیو بیشتر در یوتیوب بچرخه و بیننده بیشتری داشته باشه، که این حرفای زده میشه، این صحبتهایی که میشه، اینها رو تعداد بیشتری ببینند. سپاسگزار از همه شما عزیزان.